همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا همراه ماست. آرش، داستان پرونده‌های حقوقی ترامپ تقریبا هر روز زاویه دیگری داره پیدا میکنه. آخرین ها رستو بشنویم. اول از ایالت مین شروع کنیم. وزیر داخلی ایالت مین هست که این تصمیم رو گرفته است که آقای ترامپ بر اساس اون چیزی که ایشون همکاری در شورش علیه دولت فدرال خوانده است، صلاحیت اون رو ندارد که در ایالت مین بخواهد روی برگه رأی انتخابات درون حزبی قرار بگیرد. این البته تصمیمی است که هر کدوم از ایالت‌هایی که ما الان داریم ازشون میشنویم معمولاً از دیوان عالی اون ایالت‌ها ما شنیده ایم که حالا آقای ترامپ حق دارد رو برگه رأی باشد یا اصلا این کیس رو قبول نمی‌کنند، میگویند که بررسیش نخواهند کرد، بنابراین توی برگه رأی باقی خواهند بود. این بار اولی است که ما می‌بینیم یک مقام ایالتی یک تنه تصمیم می‌گیرد که رئیس جمهوری سابق آمریکا صلاحیت این رو ندارد که روی برگه رأی قرار بگیرد و واضحاً هم جمهوری خواهان یک صدا از موقعی که این اتفاق شب پنجشنبه به وقت محلی افتاده است با این تصمیم وزیر داخلی ایالت مین مخالفت کردند. خانمی است که از حزب دموکرات هست و کمپین ترامپ ایشون رو یک چپگرای پرسر و صدا خوانده است. داستان این است که الان ما پشت سر هم داریم میشنویم ایالت‌های مختلفی که دارن بررسی میکنن در مورد صلاحیت دونالد ترامپ. مثلا در مورد کلرادو صحبت کردید، همه اینا ما میبینیم هر روز دارن به روز رسانی میشوند. کلرادو که اعلام کرده بود دیوان عالی که آقای ترامپ نمیتونه رو برگه رأی باشه، الان میگوید حزب جمهوری خواه شکایت کرده است و به خاطر اینکه این شکایت میرود به فرجام، اسم آقای ترامپ رو باز میگرداند. و اینم یه بخش دیگری از دعوای حقوقی ترامپ هست که در بخش‌های ما می‌بینیم اصلا خود دونالد ترامپ احتیاجی ندارد که بخواهد واکنشی نشان بدهد. در مورد کلرادو وکلای آقای ترامپ گفتند هفته آینده شاید هفته بعدتر از اون بخواهند برن شکایت بکنند. و الان هم در مورد مین اینقدر شکایت‌ها علیه اون تصمیم اولیه وزیر داخلی مین زیاد هست که شاید حتی بدون اینکه کمپین ترامپ بخواهد اینو به دادگاه ببرد، این داستان قائلش رو یک جور دیگه ختم بشود. ممنون از تو آرش علایی که از کنگره آمریکا با ما بودی.